همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه واشنگتن ما رو همراهی میکنه. سمیرا خیلی خوش اومدی، از آخرین واکنش ها از سمت آمریکا برام بگو. میشه تا اونجایی که میدونیم از سمت وزارت دفاع ایالات متحده و از طرف کاخ سفید این رو شنیدیم که ایالات متحده در حال حاضر مترصد این هست که با هر گونه تهدید و حمله جمهوری اسلامی علیه اسرائیل برخورد بکنه. قرار هست که آرایش نظامی نیروهای ایالات متحده در منطقه تغییر بکنه، به شکل چندگانه ای هم قرار هست که تغییر بکنه، یعنی هم از نظر سیستم های پدافند هوایی قرار هست که بیشتر این سیستم مستقر بشن، هم قرار هست که پرسنل و نیروهای نظامی ایالات متحده به شکل بیشتری گسیل بشن به منطقه، تعداد بیشتری سرباز ایالات متحده وارد منطقه بکنه و از طرفی هم تلاشا برای ایجاد یک ائتلاف، یک هماهنگی گسترده بین کشورهای منطقه در جریان هست که بتونند همه با هم، مثل آنچه که در 13 آوریل دیدیم از اسرائیل در برابر حمله احتمالی جمهوری اسلامی دفاع بکنند. حمله جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی احتمالاً هم حزب الله، هم حوثی ها، هم ممکن است که نیروهای از حشد الشعبی عراق و دیگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق بخوان هم به شکل هماهنگ اقدام بکنند. این هم در ایالات متحده بر اساس ارزیابی هاش حمله حتمی و قریب الوقوع میدونه که در روزهای آتی انجام خواهد شد و بر اساس تازه ترین خبری که اسکای نیوز عربی منتشر کرده، این حمله رو جمهوری اسلامی داره برای روز 22 یا 23 مرداد، یعنی این دوشنبه که پیش رو داریم، نه دوشنبه بعد، تدارک میبینه. روزی هست به نام تیشا به آو که شومترین روز تاریخ یهود نامیده میشه، از قبل از میلاد مسیح تا بعد از اون وقایعی در این روز اتفاق افتاده که برای یهودیان بسیار دردآور هست. معبد اول و دومشون رو از دست دادن، در جای دیگری 100,000 یهود در همین یک روز کشته شدن. حالا جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی میگند، این خبری است که اسکای نیوز عربی به نقل از منابع آگاه منتشر کرده، خبر تایید شده ای نیست، ولی در اخبار آمده که جمهوری اسلامی این روز رو داره انتخاب میکنه، شومترین روز تاریخ یهود رو، که بخواد به اسرائیل حمله بکنه. از طرفی هم جزئیاتی از صحبت‌های آقای بایدن با نتانیاهو که روز گذشته تلفنی حرف زدند منتشر شده. در اون تماس آقای بایدن گفته که کنار اسرائیل هست، از اسرائیل حمایت میکنه، مثل 13 آوریل دفاع میکنه از اسرائیل در برابر تهدیدات جمهوری اسلامی. اما اگر نتانیاهو بخواد یک بار دیگه دست به کار تنش‌زا بزنه، بخواد موجب بشه که دوباره سطح تنش در منطقه بالا بره، دیگه نمیتونه روی ایالات متحده حساب بکنه. با این همه چیزهایی که روشن نیست اینه که ابعاد حمله جمهوری اسلامی چه خواهد بود و آن زمان جواب اسرائیل تحت فشار ایالات متحده به جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود. ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه در واشنگتن همراهی کردیم رو.